سبا آلاله، روان تحلیلگر سیاسی و اجتماعی از ترکیه ما رو همراهی میکنن. خوش اومدی خانم آلاله. کشته شدن 10,000 نفر ظرف 7 ماه رقم بسیار بالاییه. نهاد زنان سازمان ملل گزارش واقعا تکان دهنده ای رو منتشر کرده که حتی خود سازمان ملل گفته جنگ در غزه جنگ علیه زنانه. شما چی فکر میکنید درباره این جنگ؟ خب ببینید، یک نکته خیلی مهمتر، من در حال ابتدای صحبتم همراهیم رو با شما و جمله شما بگم که بله، دقیقاً یکی از دردناکترین و منزجر کننده ترین آماری هستش که ما میتونیم این رو ببینیم که اینها پیامدهای جنگ داره. ولی یک نکته مهمتر اینه که ما به این مثلا بسیار اهمیت بدیم که واقعاً زنان و کودکان از بخش عمده از قربانیان غیر نظامی جنگ ها هم هستند. این مسئله خیلی مهمیه که باید بهش نگاه ویژه‌ای داشت، که اینکه زنانی که نه تنها خودشون در جنگ ها حضور نداشتن بلکه در پیدایش جنگ ها هم حضور نداشتن، امروز از قربانیان اصلی و سهم عمده در این مسئله دارن. ولی یک نکته مهمتر اینه که باید بهش اشاره بکنیم که معمولا نادیده گرفته میشن، اینکه واقعا زنان در جنگ ها از آسیب پذیرترین، البته زنان و کودکان از آسیب پذیرترین بخش جنگ های ما هستند که معمولا هم نادیده گرفته میشن. درسته که شما به بخشی اشاره کردید که زنان جانشون رو از دست دادن، این قابل مشاهده ترین آسیبی بود که زنان میتونن سهم اونها از جنگ ها هستش، ولی زنان یک سهم عمده هم در آسیب های روانی و اجتماعی جنگ ها متاسفانه دارن. شما نگاه بکنید به این جنگ، ببینید زنان در کنار اینکه جان خودشون را از دست میدن، یه تعدادی از اونها مورد آزار و خشونت‌های جنسی قرار میگیرن، از اونها ابزار سازی میشه به دلیل اینکه بتونن ضربه هایی به حریف مقابل خودشون در جنگ ها بزنن. و چه کسانی در دسترس‌تر و مورد آسیب پذیرتر از زنان و کودکان که مورد خشونت‌های جنسی و آزارهای جنسی قرار میگیرن. در کنار اون اگر نگاه بکنیم، زنان نه تنها در حال حاضر آسیب های جنگ ها رو به دنبال خودشون دارن، بلکه ما متوجه میشیم که زنان آسیب های این جنگ ها حتی بعد از جنگ و سالها و گاهن حتی نسل به نسل هم این آسیب ها رو با خودشون میبرن. چرا زنان نقش عمده ای در آسیب های چندگانه دارن؟ به دلیل اینکه زنان نه تنها خودشون مورد آسیب های روانی و اجتماعی قرار میگیرن، فقر رو تجربه میکنن، خشونت خانگی رو تجربه میکنن، بلکه به عنوان مراقب و به عنوان فردی که در به عنوان نقش زنانه که دارن که باید مراقب و نگه دارنده مردان باشن، باز هم بعد از جنگ ها ما میبینیم که زنان در آسیب پذیری بیشتری قرار دارن. یعنی اونها مجبور هستن که خب نگه دارنده و مراقب کننده مردانی که در جنگ آسیب دیده میشن باشن، و یا حتی مراقبت از کودکان خودشون رو بر عهده داشته باشن. اگر بخوایم نگاه بکنیم، من فکر میکنم که زنان در جنگ ها یکی از آسیب پذیرترین بخش رو به خودشون اهمیت میدن که باید ما یک نگاه ویژه داشته باشیم.